سلام، من آیدین حسن زادم. امروز قراره که یه تمرین خیلی جذاب یه خورده شردی توی استایل اکونومیک پیکینگ داشته باشیم. ما توی ویدیوهای گذشته در مورد اکونومیک پیکینگ صحبت کردیم. اگر ویدیو اکونومیک پیکینگ من رو ندیدید، حتما پیشنهاد میکنم که بهش سر بزنید توی سایت. و میشه گفتش که اگر اون تمرین و اون استایل پیکینگ رو که توی اون ویدیو ما آموزش دادیم رو تمرین نکرده باشید و تو اون استایل در واقع مسلط نباشید به اکونومیک پیکینگ، طبیعتاً زدن این تمرین خیلی سخت خواهد بود. خب اولین چیزی که باید بدونیم زمانی که یک تمرینی یا یک موزیکی رو داریم میزنیم اینه که اسکیلش چیه. اسکیلی که داریم استفاده میکنیم فریجن دامیننت هستش، ای فریجن دامیننت هست و باز هم در مورد این تو ویدیو گذاشته صحبت کردیم. بریم ببینیم که چجوریه و چه فرقی داره با در واقع استایل آلترنیت که خیلی متداوله. من نوت به نوت شروع میکنم به زدن و در مورد پیکینگش هم صحبت میکنم. اول از این قسمت شروع میکنیم، انگشت 4 رو فرت 16 یه در واقع داون آف ما اینجا داریم و بعد رو فرت 13 و 12 هم یه داون آف دیگه. خب تا اینجا ما داشتیم آلترنیت میذاریم، خیلی چیز عجیبی نیست و فعلا به اکونومیک نرسیدیم. اما از اینجا بعدش این داونی که زدیم باعث میشه که بتونیم اینجا اکونومیکش بکنیم و وصلش بکنیم با یه داون دیگه به نوت بعدی که رو سیم 2 قرار داره. در واقع سکونس ما به این صورت هستیم. هر موقعی که ما یه دونه سیم میایم بالاتر در واقع و دوباره بخوایم برگردیم پایین، اجازه داریم که دو تا پیکینگ داون رو کنار هم دیگه تو این تمرین داشته باشیم. پس شد داون آپ داون آپ، اینجا دو تا داون و بعد دوباره اینجا و اسلایدش میدیم روی فرت 10. خب قسمت دومه این تمرین از فرت 12 شروع میشه. و دوباره همون حالت پیکینگ در واقع ما میزنیم داون آپ داون آپ. اینجا که داون رو سیم 3 رو زدیم سورش میدیم با یه داون دیگه رو سیم پایینی و اینجا اکونومیک پیکینگش میکنیم. دوباره اینجا. این هم شد قسمت دوم تمرینمون. قسمت اول و دوم یه بار پیوسته بزنیمش. خب میرسیم به قسمت سوم. قسمت سوم داریم در مورد یک آرپژ دیمینی 7 در واقع صحبت میکنیم. جلوتر در مورد تئوری این آرپژ و اینکه کجا میتونیم استفاده بکنیم صحبت خواهیم کرد تو ویدیوهای بعدی. اما بریم ببینیم که چه نوتایی داره. فرم انگوش گذاریش خیلی راحت و قابل پیش بینیه. از فرت 6 سیم 4 ما داریم شروع میکنیم که یک نوت سول دیزه. نوت بعدی ما یکونیم پرده جلوترشه با پیکینگی که توی ویدیو قبلی گفته بودم در اومش آپ داون و بعد میرسیم به نوت ره فرت 7 سیم 3 که باز هم با یه داون دیگه میزنیم. پس شد آپ داون داون و بعد باز هم یک و نیم پرده جلوتر روی سیم همون سیم 3 روی فرت 10 در واقع نوت آخرمون رو میزنیم. پس شد کاملا به صورت اکونومیک پیکینگ آپ داون داون آپ آپ داون داون و دوباره تکرار. حالا همین فرم رو میتونیم یک و نیم پرده بیاریم جلوتر. در مورد آرپژای دیمینیش داریم صحبت میکنیم که بین نوتا در واقع دیمینی 7 در واقع داریم صحبت میکنیم که بین نوتا 1.5 پرده فاصله وجود داره. خب میتونیم همین فیگور انگشت گذاری رو 1.5 پرده بریم جلوتر و استارتمون دفعه بعدی از فرت 9 باشه. دفعه اول از اینجا زدیم فرت 6، دفعه دوم انگوش گذاری که انتخاب میکنم انگوش 1 3 1 4 هستش چون فکر میکنم راحت ترین حالتی که میتونیم این رو بزنیم این انگوش گذاریه و بعدش آخرین پوزیشنی که داریم در واقع 1.5 پرده اومدیم جلو، باز هم 1.5 پرده دیگه میریم جلو و همین کار رو از فرت 12 انجام میدیم. برای نوت سولیز فرود میاد. خب یه بار دیگه این قسمت رو پشت سر هم یک کنی پر جلوتر و با
باز هم میکنیم پرو جلوتر. کل تمرین یه بار بریم.